با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. آذری جهرومی: گوشی‌های ایرانی دهه فجر وارد بازار می‌شوند. وزیر ارتباطات امروز در یک مصاحبه رادیویی در خصوص عرضه گوشی‌های ایرانی با قیمت مناسب به بازار گفت: انتظار داریم تا دهه فجر ورود گوشی‌های ایرانی را به بازار شاهد باشیم که هم قابل رقابت با مدل‌های خارجی باشند و هم قیمت مناسبی داشته باشند تا تمام اقشار جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند. وی در رابطه با کاهش قدرت خرید گوشی‌های هوشمند خارجی توسط مردم ایران اظهار کرد: بخش زیادی از مردم توان خرید گوشی‌های هوشمند را ندارند. به همین دلیل دولت سکویی را فراهم کرده تا تولید کنندگان داخلی بتوانند در بازار رقابت با تولید کنندگان خارجی محصولات خود را عرضه کنند و کم کم نیز به بازار منطقه ورود پیدا کنند تا ایران نیز بتواند در تولید تلفن همراه هوشمند نقش داشته باشد. وزیر ارتباطات گفت: مقابل سانسور آمریکا در اینستاگرام نیست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در واکنش به سانسورهای اخیر اینستاگرام گفت: اقدام آمریکا در سانسور صدای ملت ایران و جهان تنها یک بی‌آبرویی برای آن کشور بودند که قطعاً مقابل این حرکت خواهیم ایستاد. محمد جواد آذری جهرومی با بیان اینکه بی‌آبرویی دولت آمریکا و همپیمانانش در سراسر دنیا که البته عده زیادی نیستند ثابت شده است اظهار کرد: این بی‌آبرویی در به شهادت رساندن و ترور بزرگترین نماد مقابله با تروریست در دنیا مشهود است. اینها بی‌آبرو هستند و از بی‌آبرویی نیز انتظار رفتار معقول نیست. به ادامه داد: کسی که بی‌آبروست اقدامات بی‌آبرویانه خود را ادامه خواهد داد و این افراد همان کسانی هستند که عمری در دنیا فریاد برپا می‌داشتند. ما نماد آزادی بیان و نماد پذیرش حرفای منتقد و مخالف خودمان هست. بازار فروش تعطیلات کریسمس تحت سلطه گوشی‌های اپل قرار گرفت. گوشی‌های آیفون اپل در هفته تعطیلات نسبت به دیگر تولیدکنندگان بیشترین فروش را داشتند. همچنین سامسونگ با گوشی‌های ارزان قیمت خود پس از اپل در رده دوم قرار گرفتند. اپل با آیفون 11، آیفون 11 پرو و ترکیبی از مدل‌های قدیمی که به تسلط این شرکت با بازار گوشی‌های هوشمند در ایالات متحده کمک می‌کرد، برنده فصل هدیه تعطیلات کریسمس شد. بر اساس این گزارش، برای دوره روز کریسمس تا شب سال نو، آیفون ها و آیپد های اپل حدود 43% از کل فعالسازی دستگاه های گوشی همراه ایالات متحده را به خود اختصاص دادند. سامسونگ با وجود عدم حضور در فهرست 10 دستگاه برتر، در واقع دومین سازنده موفق برای کل تعطیلات ایالات متحده بود. البته این آمار برای گوشی های متنوع ارزان قیمت سامسونگ است که بیشترین فعالسازی ها را به خود اختصاص دادند. طبق این گزارش، فقط در روز کریسمس گوشی های آیفون 9 رتبه برتر فهرست فعالسازی را از آن خود کردند. این بدان معناست که تعداد زیادی گوشی آیفون زیر درخت کریسمس منتظر بودند تا صاحبانشان آنها را فعال کنند. در طول هفته گوشی پرچمدار اپل یعنی آیفون 11 با 6.7% از کل محبوب ترین گوشی بود. آیفون 11 پرو و آیفون 11 پرو مکس سهم 5.27% به خود اختصاص دادند.